سلام، جمعه 3 آذر 96، 24 نوامبر 2017 میلادی. در مورد 5 موضوع امروز صحبت میکنیم. موضوع اول اینکه 5600 کارگر نیشکر هفت تپه 4 ماه حقوق نگرفتند. دفترچه بیمشون به دلیل عدم پرداخت حق کارفرما با مشکل تمدید مواجه شده و وعده های مکرر، اعتراضات کارگران و دخالت مسئولین و غیره تا کنون نتوانسته مشکل این واحد تولیدی و کارگران رو حل کنه، در حالی که میلیون منابع کشور صرف ورود شکر میشه به نفع پاره ای از مراجع مثل آقای مکارم یا سایر وابستگان حکومت. شرکت کیش چوب هم که کارگرانش 200 کارگرش بین 8 تا 12 ماه حقوق نگرفتند، 2 ماه هم هست بالکل تعطیل شده، با وعده های مکرر تا کنون تحققی پیدا نشده و کماکان کارگران بلا تکلیف. اعتصاب و تحصن دانشجویان دانشکده صنعت نفت آبادان هم که از 4 روز پیش شروع شده کماکان ادامه داره. دانشجویان اعتراضشون به خلف وعده وزارت نفته که تعهد استخدام دانشجویان این دانشگاه فارغ التحصیلانش رو داره، در حالی که با ابلاغ آقای زنگنه وزیر نفت فعلا از فارغ التحصیلان استخدام نکردن، موضوعی که به قول دانشجویان تابوت این دانشگاهه. در ساوه هم آتش نشانان در ایستگاه مرکزی آتش نشانی شهرستان ساوه تجمع اعتراضی داشتند برای اینکه 2 ماه حقوق نگرفتند. موضوع دوم این که نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران آقای حسین صلاح ورزی عنوان کرده که سوریه محدودیت هایی رو برای کالاهای ایرانی قائل شده که عملا صدور به سوریه رو ناممکن کرده، در حالی که بازار سوریه پر از کالاهای ترکیه‌ای شده که خریداران سوری هم به اون متمایل تر. علیرغم اینکه جمهوری اسلامی 1 میلیارد دلار اخیراً خط اعتباری برای سوریه گذاشته تا کالای ایرانی بخرند و همینطور دست کم به گفته بلومبرگ سالیانه ایران 6 میلیارد دلار طی 7 سال گذشته در سوریه خرج کرده، به اضافه 10 ها خط اعتباری که در اختیار گذاشته یا سرویس های مجانی دیده میشه که این گونه در واقع در رو به روی اقتصاد ایران و شرکت های ایرانی میبندند. در عراق هم اخیراً به گفته همین نایب رئیس اتاق بازرگانی تعرفه ورود لبنیات از ایران رو از 5% ناگهان به 25% رسوندن و این عملا یعنی صادر کنندگان لبنیات ایران از رقابت بیرون رفتن، در حالی که 75% صادرات لبنیات ایران به عراق و ادامه این کار این کارخانجات رو ورشکست خواهد کرد. قبلا هم همین بلا رو دولت عراق سر سیمان صادراتی از ایران، فولاد و همینطور خودرو آورد و عملا در مقابل صادرکنندگان سعودی و اردن و غیره صادرکنندگان ایرانی رو از میدان خارج کرد. سازمان هلال احمر هم عنوان کرده که محموله‌ای از سوی هلال احمر به البوکمال سوریه ارسال نشده و تمرکز بر مناطق زلزله زده است. در شبکه‌های اجتماعی به شدت مطرح شد که کمک‌های مردم برای زلزله زدگان به شهر بوکمال ارسال شده. موضوع سوم این که امروز در نماز جمعه آقای غیب پرور غلام حسین غیب پرور فرمانده بسیج خبر داد از اینکه گردان‌های صابری تشکیل میشه، ببخشید گردان‌های سایبری تشکیل میشه در بسیج برای حضور بسیج در شبکه‌های اجتماعی. او گفته این کار یک اولویت برای بسیج و فضای مجازی اولویت عرصه کار فرهنگی بسیج.
البته حسب معمول احتمالا آقایون هزینه زیادی خواهند کرد، به زور و ضرب سعی میکنند رقبا رو و فضای شبکه بسیج رو و مجازی رو برای بسیج آماده کنند. اما یک واقعیت رو حاضر نیستن اعتراف کنن، این است که کالای فرهنگی که ارائه میکنن نزد مردم و جوانان ما خریداری نداره و از با زور هم کاری از پیش نمیره. بعد از اینکه قوه قضاییه ابلاغ کرده که استفاده از نرم افزار راهیاب ویز ممنوع هستش و چون که سهامدار اسرائیلی داشته و البته الان در اختیار گوگل هست، اسنپ که از این نرم افزار استفاده میکرد اخطار کرده که اگر کسی از این نرم افزار استفاده بکنه از این اپلیکیشن ممنوع میشه از استفاده از خدمات اسنپ. این موضوع با واکنش سازمان‌های حقوق بشری و کاربران مواجه شده، چون میگن در این حالت اسنپ از کجا میفهمه که از این اپلیکیشن استفاده شده، از این نرم افزار استفاده شده، بنابراین به تلفن‌ها میتونه وارد بشه و چک بکنه، موضوعی که به شدت اطلاعات و امور شخصی مردم رو در خطر قرار میده. اسنپ تاکسی اسنپ که گفته میشه 80% سهامش الان متعلق به وابستگان سپاه شده، تکذیب کرده، گفته ما کاری به نوعی تکذیب نکرده، به خصوص برای تلفن‌های اندرویدی گفته عادیه، ما میتونیم وارد شیم اخطار بکنیم ولی به عکس و گالری دسترسی نداریم. البته در یک تلفن همراه ده‌ها اطلاعات شخصی دیگه هم موجوده و باید دید که آقایون چه دست گلی در تلفن‌های مردم به آب دادن. موضوع چهارم این که بعد از اینکه آقای خامنه‌ای دیروز گفت هر جا مقابله با استکبار و کفر باشد حضور خواهیم داشت و دوباره بحث دخالت رو در منطقه و کشورهای دیگر رو سعی کرد که موجه و وظیفه شرعی قرار بده، آقای جنتی هم گفت بعد از داعش ریشه‌کن کردن آل سعود در مکه و فلسطین، منظور نابود کردن اسرائیل در دستور کاره، ولیعهد سعودی هم امروز در مصاحبه با روزنامه نیویورک تایمز گفت که عملا آقای خامنه‌ای رو با هیتلر مقایسه کرد که اگر در اروپا جلوش از اول گرفته شده بود به فاجعه نمی رسید و زیاده خواهی های آقای خامنه‌ای در منطقه رو به این ترتیب عنوان کرد که باید جلوش گرفته بشه. بنابراین تنش لفظی بین دو کشور دوباره شدت گرفته. در سوی دیگه آقای سعد حریری هم که به لبنان برگشته، سه شرط برای پس گرفتن استعفاش و ادامه کار گذاشته که به نوعی هرسه به حزب الله لبنان برمیگرده، یکی خلع سلاح حزب الله است، دیگری رعایت سیاست بی‌طرفی لبنانه که عملاً حزب الله در کشورهای دیگه دخالت میکنه، و سومی هم آسیب نرساندن به روابط با کشورهای عربی است که باز هم این منظورش حزب اللهه که با فعالیتش در یمن و دیگر کشورها به خصوص روابط با سعودی رو تحت تأثیر قرار میده. روسیه هم وزارت دفاعش از ژنرال سهیل حسن که به پلنگ معروف در ارتش سوریه نام برده، به عنوان آزاد کننده شهر بوکمال و آخرین سنگر داعش، در حالی است که در ایران تا الان مدال‌های مختلف و تمجیدهای فراوان از آقای قاسم سلیمانی کردند. بیانیه مخالفین دولت سوریه بعد از نشست ریاض هم امروز آماده انتشار خواهد شد. گفته میشه در این بیانیه تأکید کردند که به عنوان پیش شرط کماکان باید اسد کنار بره و حتی در دولت انتقالی هم حضور نداشته باشه، و این مخالفین بر سر اعزام هیئت مخالفین به ژنو هم توافق کردند که نمایندگان واحدی رو انتخاب کنند. در مصر اسلامگرایان تندرو در مسجد روضه در شمال شبه جزیره سینا با بمب
و گلوله دست کم 235 نفر رو کشته و 130 نفر رو زخمی کردند و در زیمبابوه هم بالاخره رسما هم دیکتاتور زیمبابوه آقای موگابه استعفا کرد و کنار رفت و معاون او که البته به تمساح معروفه به دلیل خشونت و خونسردیش در کشتن مخالفین آقای امرسون مننگاگوا به رئیس جمهوری رسید. اما موضوع آخر این که سردار عزیز جعفری فرمانده کل سپاه فرمودند یک سوم مردم ایران عضو بسیج هستند، بقیه هم روحیه بسیجی دارند. اینطوری یعنی بسیج 27 میلیون عضو داره حدوداً و بقیه هم روحیه بسیجی دارند. اندکی صبر، سحر نزدیک است تا فردا. شاد، پیروز، موفق و سرفراز باشید. به امید پیروزی ایران و ایرانی.